شاید اسم API تا کنون به گوشتان خورده باشد. API ها در واقع استانداردها و کانال های ارتباطی میان سامانه های نرم افزاری مختلف هستند. به کمک یک API هر نرم افزار می تواند با نرم افزار دیگر صحبت کند و از خدمات آن بهره مند شود. مثلا هنگامی که در اپلیکیشن های پرداخت مبلغ قبض موبایل خود را استلام و پرداخت می کنید، در واقع در حال فراخوانی API ها هستید. اپلیکیشن پرداخت اطلاعاتی که وارد می کنید را از طریق API ها برای اپراتور همراه و بانک ارسال می کند و قبض شما پرداخت می شود. اگر کسب و کارهای دیجیتال را مانند آجرهای سازنده اقتصاد دیجیتال بدانیم، API ها مانند سیمان این آجرها را به یکدیگر متصل می کند. هر کسب و کار به جای اینکه خود تمام سامانه های نرم افزاری مورد نیازش را ایجاد کند، از طریق API به کسب و کارهای مختلف متصل شده و از خدمات نرم افزاری دیگران استفاده می کند و بدین ترتیب زنجیره ارزش دیجیتال شکل می گیرد. امروز در ایران خدمات متنوعی مثل خدمات مالی و پرداخت، بورس، بیمه، خدمات شهری، استلام کد ملی و غیره از طریق API ها عرضه می شود. خدمات بانکداری باز نیز یکی از نمونه‌های مهم عرضه API است. بانک‌های باز خدمات خود را از طریق API در اختیار کسب و کارهای دیگر می‌گذارند. کسب و کارها می‌توانند سامانه‌های نرم‌افزاری خود را به کمک API ها مستقیماً به سامانه‌های بانک متصل کرده و خود تبدیل به یک شعبه بانک مجازی شوند. بانک پاسارگاد یکی از بانک‌های پیشگام ایران در عرضه خدمات بانکداری باز است. برای استفاده از این خدمات می‌توانید به پادیوم، بازارچه API و خدمات دیجیتال بانک پاسارگاد مراجعه کنید. padium.ir